با سلام و درود، من سهراب چمنآرا از اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران امروز در خدمت شما هستم از طریق رادیو جوانان امروز. بحث همیشگی ما قانون اساسیه و هر موضوع دیگری که بخوایم دربارش صحبت بکنیم به قانون اساسی برمیگرده. ولی چون سردبیر جوانان امروز، رادیو جوانان امروز خانم نورشید به من یک تذکر دادن که برنامه ها تقریبا یک نواخت شده و ما همیشه در مورد قانون اساسی صحبت میکنیم، بنابراین امروز به خاطر تنوع در موضوعات به یکی از بزرگترین مصائب و مشکلاتی که در ایران به وجود آمده و اون آبهای زیرزمینیه میپردازیم. شاید تنوعی در صحبت هامان پیش بیاد و منتها از همین الان دوباره به شما میگم که آخرالامر باز هم بحث ما به قانون اساسی کشیده میشه. به این دلیل، به خاطر اینه که در ایران هر کاری که اینها میکنند و هر اتفاقی که میفته، شما باید اینه در چارچوب قانون اساسی ببینید. به خاطری که همونطوری که امام جمعه گردن کلفت تهران آقای خاتمی در نماز جمعه 4 سال پیش خودش گفت، مملکت ایران بر اساس یک چارچوبه اداره میشه و اون قانون اساسیشه. و این قانون اساسی هم فرق نمیکنه که کی در رأس دولت باشه، کی ولی فقیه باشه، کی نمیدونم در نهادها باشه، هر کسیه که بذارن. ما در فروردین سال 58، درست یک ماه و نیم بعد از انقلاب، یک سندی امضا کردیم و اختیارات این مملکت و همه چیزش دادیم دست ولی فقیه، تمام، و همین سادگی. درست مثل این میمونه که همونطوری که در برنامه قبل عرض کردم، شما سند یک خانه به اسم یک نفر بکنید و بعد مدعی اختیارات در اون خانه بشید، در حالی که صاحب خانه اون کسی است که شما سند خانه رو به اسمش کردید. و طبق قانون اساسی که ما بارها و بارها عرض کردیم، این قانون اساسی سند مالکیت آخونده بر ایران. حالا در مورد آبهای زیرزمینی عرض میکنم. این موضوع آبهای زیرزمینی یک مسئله امروزی نیست، بلکه از 2500 سال پیش، 2400 سال پیش، داریوش کبیر در یکی از دعاهای خودش که در بیستون نوشته شده، یک دعایی کرده که خداوند در این مملکت از بیابی و دروغ حفظ بکن. یعنی اینکه این نیست که اتفاقی باشه که امروز افتاده باشه. مملکت ایران یک مملکت نسبتا خشک، کم آب و آبهای زیرزمینی، برای ما به اصطلاح این یک منبع حیات این مملکته. به همین دلیل هم هست که ما اولین بنیانگذاران قنات هستیم. قنات چاه‌های افقیه و این به علت اینه که ما این تشخیص تاریخی از حالا به قنات‌های پیدا شده در ایران که قدمت یه به نمیدونم 7000 سال میزنه، یعنی در این مملکت مردمانی که بودن، مردمان متمدنی که قبل از آریایان وارد این مملکت بشن و میفهمیدن. بعد در چندین برنامه، شاید چندین سال پیش که در مورد آبهای زیرزمینی خیلی صحبت میکردم، گفتم شما یک آزمایش ساده بکنید و اونی که یه پشقاب آبه بذارید روی بالکن خانتون. حالا این منهای شمال ایران که یک منطقه مرطوبه، هر نقطه ایرانی پشقاب بذارید اونجا، شما میرید میبینید که بعد از حدوداً یک 10 ساعتی پشقاب خشک شد. یعنی چی؟ یعنی آبش تبخیر میشه.
بنابراین نباید شما آبهایی که در زیر زمین هستند بیارید روی زمین و اونها را نگه دارید. این یک. و بعد این آبهای زیرزمینی که یک منبع ثابتی هستند نباید بدون برنامه ریزی اینها را مصرف بکنید. محاسباتی هست که در وزارت کشاورزی اینها کردند، یعنی هر محصولی اینها با آب میسنجند، یعنی اینکه حساب میکنن که گندم، یک کیلو گندم چقدر آب مصرف میکنه، یک کیلو خیار چقدر آب مصرف میکنه، یک کیلو گوجه فرنگی چقدر آب مصرف میکنه، و این محاسبات میکنن و بعد توصیه میکنن در وزارت کشاورزی های به اصطلاح حساب شده که آیا به صرفه هست که این آب مصرف این کار کرد یا نه. حالا تو این مملکت وقتی که مملکت به دست افرادی افتاد که اینها اصلا هیچ اطلاعی از مملکت داری نداشتند، و همونطوری که ارسطو یک زمانی به اسکندر نصیحت کرده بود که آقا اگر میخوای بر ایران این کشور پهناور حکومت بکنی، یکی از کارهایی که میکنی هر کاری به نادان بسپار، به نه متخصص اون رشته نباشه به اون بسپار، یعنی مثلا فرض بفرمایید یه ارتشی بذار سر وزارت کشاورزی، کسی که در یه تخصصی نیست بذارش توی وزارت فرهنگ، یعنی افراد اینطوری بذار در رأس امور و تو حکومت میتوانی بکنی. این نصیحت مشهوره که نصیحت ارسطوست به اسکندر برای حکومت کردن در یک کشور بزرگ. حالا خب اینها اتفاقی این اتفاق افتاد، یعنی اینکه یک انقلابی شد و آخوند شد حاکم بر این مملکت، یعنی اینکه آخوندی که میرود و حدودا چند سالی در مدرسه فیضیه یا مدرسه نمیدونم در مشهد اینها طلبه بوده و اول و بعد میشه آخوند، این دیگه امیدش این هست تا مقام ریاست جمهوری و ولی فقیه یعنی حاکم مطلقه ایران به اون مقام برسه و این مملکت الان بر توسط این افراد اداره میشه. و خود آقای خودم در اول انقلاب فرمودن که اقتصاد مال خره، این از اقتصادش، حالا بقیه اموراتش هم. این شما در تمام این تاریخ 38 ساله وقتی که نگاه میکنید ببینید که افرادی که در رأس یک کارها بودن اصلا چیزی که نداشتن تخصص در اون رشته بوده، و حتی یک سازمان هایی که ما مخصوص برنامه ریزی بود به نام سازمان برنامه. در حال این داستان آبهای زیرزمینی از این قراره که نباید آب زیرزمین آورد روی سطح زمین. شما میبینید که از اول انقلاب یک سازمانی درست شد به نام بسیج، و این بود که به اصطلاح از نیروهای مردمی جمع کردند که اینها یک سری کارهای عمرانی انجام بدن. درست من یادم اون اول انقلاب که بسیج درست شده بود به خاطر تبلیغ در این کار، یه عده از این جوانها را بلند میکردن وقت درو که بود میبردن توی سهرها و اینها مثلا کمک بکنن به کشاورزا. کشاورزا داد زدن آقا تو رو خدا دست نداری به این گندم، به خاطر که اینها فکر میکردن خیلی انقلابی هستن، میرفتن با دست گندم از ریشه میکندن که دهاتی ها میگفتن آقا این طریق درو کردن گندم نیست. به هر حال نیتشون پاک بود، میخواستن یه کارهایی بکنن و همین افراد بعدن مراحل مختلف طی کردن در بسیج و سپاه به یک مقاماتی رسیدن، یا اینکه رفتن جبهه بعد دیگه جبهه برگشتن به اصطلاح همکاره مملکت شدن. و این افراد به علت نداشتن تخصص از روی نیت پاکشان که خب میخواستن فرد بفرد برن تو کار کشاورزی، خب حالا ببینید در کشاورزی چه اتفاقاتی افتاد. شما میبینید از اون بالای ایران که شما اینه در نظر بگیرید، یعنی از آذربایجان، دریاچه‌ای بود به نام ارومیه،
حالا نمیگم دریاچه بود، الان هم هست، ولی واقعا یک موقعی بود که این خب بالانسی در طبیعت همیشه ایجاد شده بود. یعنی یک سری آب می آمد روی این دریاچه و یک سری آب از این تبخیر می شد، ولی معزالک به علت تبخیر زیادش یک دریاچه شور بود و بزرگترین دریاچه شور شاید در تمام دنیا بود. اینها آمدند دور این دریاچه را شروع کردن کشاورزی کردن، سد زدن، نمیدونم چاه زدن، هرچه آبهای ورودی به این دریاچه بود اینه خشکش کردن. حالا این دریاچه که در نتیجه این ندانم کاری وزیر کشاورزی اون موقع که همین آقای کلانتری است که الان شده وزیر کشاورزی، ایشان یکی از تنها پروژه مورد علاقش دشت مقان بود. یعنی این که میرفت در دشت مقان آب از هر طرف آذربایجان بگیری میرسان که این دشت مقان، و آن دشت مقان هم سابقه تاریخی داره، از این جای حاصل خیزی که فیلم آقا این دشت مقان باید ما اینقدر آبیاری بکنیم که تمام محصولات گندم و میوه‌جات و همه چیز در ایران بده. و همین عمل نابخردانه و احمقانه همین آقای وزیر کشاورزی امروز بعد از 39 سال دوباره آمده در همون رأس اون بذار. ما اول فکر کردیم که خب آقا کسی که پدر صاحب همه مملکت در آورده از نظر کشاورزی، بالاخره تجربه شده، یک پی اچ دی روی این کار گرفته، بیاد دوباره وزیر کشاورزی بشه. که این حالا کارکردش در همین 3-4 سالی هم که وزیر کشاورزی بوده کاملا مشخصه. بعد میایید در اصفهان، اینا دارم میگم به خاطر اتفاقاتی است که افتاده. شما میبینید یک رودخانه هست به نام زاینده رود، این از کوههای کوکلویه و تونل کوهرنگ زدن آب میگیره و این میاد میره تا مرداب گاوخونی. خب حتی اون موقعی که ذوب‌آهن درست شده بود، یعنی سال 48 سال 45 که ذوب‌آهن میخواستن درست بکنن اونجا، استادای دانشگاه اعتراض کرده بودن که آقا ذوب‌آهن با این ذوب‌آهن سیستمی که هم در کوره بلند و هم در کوک سازی شما احتیاج به آب زیاد دارید که این کوک سرد بکنه و اینها، این آب مصرفی که در ذوب‌آهن استفاده میشه اون موقع برای یه ذوب‌آهن کوچیک اعتراض میکردن مردم، که بعد ذوب‌آهن دیگری درست شد که احیای مستقیم بود که زیاد آب مصرف نکنه، ولی این رودخانه حتی اون موقع با یک ذوب‌آهن مورد اعتراض همه بود. حالا شما اصلا برید بررسی بکنید که ببینید از تونل کوهرنگ آب این زاینده رود سرچشمه پیدا میکنه و میاد میره تا مدل کابونی، چند تا اینها سد درست کردن، چقدر چاه زدن و خب این رودخانه را اصلا خشک کردن. حالا همه میگن خب آقای مملکت خشکیست، ولی آقا آیا زاینده رود در طول تاریخ هزاران ساله‌ای که داشته هیچ وقت در 30 سال گذشته اینطوری خشک می شده که زاینده رود خشک باشه؟ اصلا اسمش زاینده روده. این به خاطر چیه؟ به خاطر ندانم کاری اینا. آقا بریم مثلا نمیدونم خیار بکنیم، گوجه فرنگی بکنیم، نمیدونم خاطر کارهای کشاورزی که اینا می کنن. اینها رو بگذاریم، حالا بیایم سوی خوزستان. در طول خوزستان رودی هست به نام رود کارون. البته معذرت میخوام که اینها رو میگم، چون اینا همه شما میدانید چی من چی اسامی که میبرم. خب همه میدانن که رود کارون رودی است که واقعا تمام زندگی خوزستان بر اون بوده. یک سد دز بود که تازه اون موقع دوباره اعتراض میکردن که آقا این سد دز شروع شده برای نیشکر هفت تپه و نمیدونم مارچوبه اونجا بکارن. این ایرادای بود که به شاهنشاه آریامهر فقید میگرفتن. این یه صد، حالا شما برید ببینید یه صد دز شده به کارونی، 1 2 3 4 5 6 7. اونم چی؟ اجازه بعد از یه مدتی آمدن یه قرارداد بستن که آقا آب این کارونه بردارن ببرن رفسنجان.
یه کارهای مسخره‌ای که شما اصلا واقعا دیگه از حالت مسخرگی در آمده بیرون و به عمق حماقت رسیده. بعد میاید میبینید که آقا یک سدی درست میکنن به نام سد گتوند، که این خب که داستانش همه میدونن که این سد گتوند داستانش چیه. سدی است که تمام نمک آورده، تمام نخلستان هایی که شاید بگم چندین هزار سال در خوزستان بوده و زندگی مردم خوزستان بهش متکی بوده، همه را خشک کرد. خب حالا اینه شما برید با آقای مثلا احمدی نژاد بگید، میگه خب آقا مهم نیست اینها همش کار. بعد انقدر اینها احمق هستند و بیشعور هستند و ندانم کار هستند، وقتی که این اتفاق افتاده رفتن یه لوله دیگری میخوان بکشن، آب از یه جای بیارن بریزن پشت یه سد. آخه این کارهایی که اینها میکنن، اینها احمق نیستن، اینها شیاد نیستن، اینها تنها کاری که میکنن همونطوری که دفعه قبل عرض کردم، حالا من سه تا استان برای شما مثال زدم، خود آذربایجان و اصفهان و خوزستان، حالا همه داستان ها را شما کنار هم بگذارید، مثلا در همدان میبینید که زمین فرو میره، نمیدونم کرمانشاه اینطوری میشه، تمامش به خاطر کارهایی که اینا در مورد نیوکلیر کردن، چاهای 2000 متری و 1000 متری که زدن به خاطر خنک کردن این سنتریفیوژا در عراق، آبهای زیرزمینی همدان خشک کرده. اینا شما باید برید به سخنرانی ها و درد دل های استادان دانشگاه ایران گوش بدید، آقای دکتر کردان که اینا اصلا دیگه گفتن یه موقع دو سه سال پیش بودن، گفتن آقا دیگه کاری نمیشه کرد. یعنی یه موقعی هست شما میبینید که یک دزدی شبانه میاد خانه شما رو میزنه و آرام یک فرشی یک چیزی دزدی میکنه و میبره، ولی دزدی اینها مثل یک دزدیه که وقتی میاد یه دزدی میکنه، میاد میزنه دیوارم میشکنه، لوسترم بد میکنه، پنجرهرم میشکنه. بابا اگر صاحبخانه بلند بشه میگه آقا تو رو خدا هر چه هست و نیست بردار ببر، یه خانه رو خراب نکن. دزدی اینها به قدری شدیده که اصلا در طول تاریخ نمیخوام بگم حتی بشریت اصلا سابقه نداره که خود دولت بیاد بگه آقا 700 میلیارد دلار پول ما گم کرده رفته و برده و خورده و ملت هم نتوانن حرفی بزنن. اینها حالا میگیم دزدی که کردین پیشکشتان، ولی مملکت برای نسلهای آینده خراب نکنید. یعنی کاری که اینا در مورد آبهای زیرزمینی کردن اصلا همطور که دکتر کردان گفته و بقیه استادای دانشگاه و اونهایی که متخصص آبهای زیرزمینی هستن همه گفتن، اصلا این یه درست بشو نیست. خب بلوچستان ما نابود شد. بلوچستان یکی از پر رونق ترین محلهای کشاورزی در طول تاریخ بود. یک سد زدن روی سد به نام سد کجکی که اگر شما در خاطرات علم اینه بخوانید داستانش میدانید چیه، که با شاهنشاه آریامهر این اختلاف داشتن که آقا این سد که اینها زدن، اینها سیستان و بلوچستان خوش میکنن، را چه سد تو افغانستانه. حالا در مورد حق آبا و اینا بحث میکنن که آقا حق ما در رود هیرمند چی و اینا، همش کشکه. اون سد همه چیز نابود کرد در سیستان و بلوچستان، حرف 50 سال پیش داریم ما میزنیم. اون یه کار شاید تجربه میشد برای اینکه آقا این بلا را سر آذربایجان نیارید، سر اصفهان نیارید، سر خوزستان نیارید، ولی آقا مگه هر به خرج اینها میره؟ اینها نه تنها بی اطلاع هستند، نه تنها به حرف متخصص گوش نمیدن، بلکه اصلا تمام اینها ریشه در دزدیهای اینها داره، به خاطر اینکه در سد سازی کاریش که اینا میتونن انجام بکنن، یه دولا پهنا سپاه و نمیدونم خاتم الانبیا پول توش بخوره و این ره به عنوان یه محل درآمدی داشته باشه. حالا شما میایید
میبینید که بعد از این همه صحبتی که در موردش میکنن که این آبهای زیرزمینی، یه عده البته انقدر ویدیو هست حرفای مسخره زدن و اینا که اصلا واقعا آدم نمیدونه در مورد کدامشون اینا رو بیاد با شما در میان بذاره، ولی شما به نماز جمعه همین دو سه هفته پیش نماز جمعه آیت الله که اسمشم نمیدونم چیه مال اصفهانه، فقط شما گوش بدید و ببینید این چطوری در مورد زاینده رود خشک صحبت میکنه. حالا منهای اون دعاهایی که میگن برید دعا بکنید، یکی میگه آقا به علت بدحجابی بوده این خوشسالی، اون یکی میگه نمیدونم باید بریم دعا بکنیم که این خوشسالی، تمام این کارا رو میکنن، دوزیاشو نمیکنن، بعد اینه به حساب بدحجابی خانما میذارن. به هر حال شما این ویدیو رو گوش بدید، شاید یه تنوعی باشه در صحبتهای ما که بعدا در مورد مسائل دیگه صحبت بکنیم. عکسایی رو برای من دیروز آوردن خانمای کنار همین رودخونه خشک که با این کاراشون بقیه اون بالاش هم خشک خواهد شد. باور بکنید ممکنه تو ذهنتون بیاد که بچه رو کشورهای اروپایی با همه جنایاتشون انقدر بارندگی دارن. بله قرآن میگه ما کفار رو گوشمالی نمیدیم، حتی اگر مسلمونا دلهوره پیدا نمی کردن سقف خونه هاشون رو اینقدر پول بهشون می دادیم طلا بشه. مؤمن رو گوشمالی می ده، اصفهانی رو گوشمالی می ده خدا. تو چرا ساکت شدی و دخترها، زنها، مردها کنار رودخونه عکس می گیرن مثل اینکه تو کشور اروپاییه؟ اون دیگری بازی گروه درست کرده که مبارزه با حجاب. عکسای بی حجاب خودتون رو برای ما بفرست، میفرستم برای منویسه 1000 تا 1500 تا عضو داره. من اینجا به شرکت مخابرات میگم اگر واقعا میتونید این افراد رو به یه نحوی پیدا کنید و دنبالش نیستید و پیدا نمی کنید خائنید به اسلام. یه آدم های اینجوری که با روزه و با حجاب اینجور مقابله می کنن منافقن و منافق از کافر بدتره. اینا باید دستگیر بشن، راهم نشن به این زودی. من پرسیدم گفتن مخابرات می تونه اینا رو پیدا کنه، این گروه ها رو، سرخطشون رو می تونه پیدا کنه. خب پیدا کنید خفهشون بکنید که نمیشه همینجوری ما بشینیم دست رو دست هم بذاریم بگیم ولی این کارا میشه، بشیم گروه نوچ نوچ، هر چیزی به ما بگن نوچ نوچ. توجیه امام جمعه اصفهانه که میشه گفت تقریبا شخص اول اصفهان و اون مملکت و عضو مجلس خبرگان هم هست، شنیدید اینا حجاب و اینها رو ربط میدن به خوشسالی و بعدش هم که حرفی برای زدن دیگران ندارن. بنابراین وقتی شما نگاه مسئله آبهای زیرزمینی میکنید میبینید که واقعا به عقل سالم جور در نمیاد که اینا علارغم این که میدانند که کارشون کار خلافی است و کار درستی نیست، ولی این کار دوباره ادامه میدن. آقای روحانی 5 سال پیش، تقریبا میشه گفت 6 سال پیش، چون الان از انتخابات دومش چند سالی گذشته، 2 سالی گذشته، یکی از قولهایی که داده بود در مورد آبهای زیرزمینی این بود که آقا اولا سد گتوند اون خانم ابتکار که اونم باید یکی از مثلا، من همیشه میگفتم اینا جز ستوفنگدار نابودی ایران بودند، یکی خانم ابتکار و آقای کلانتری و اون آقای نعمتزاده که همه در مثلا در این مسائل آبهای زیرزمینی و کشاورزی همه دست در دست هم و برای نابودی این 38 سال گذشته 39 سال گذشته فعالیت میکردن. یکی از قولهایی که آقای روحانی داد این بود که سد گتوند اصلا دینامیت بذاره خرابش بکنه.
خانم ابتکارم چندین عکس کنار و این سد گتوند گرفته بود و به اصطلاح که بله ما این کار میکنیم، حرف 5 سال 6 سال پیشه. ولی علی رغم اینکه در مبارزات انتخاباتی 5 سال پیش اینها حرف از سدسازی میزدن، ایراد میگرفتن که چاهاره میبندن، نمیدانم سدسازی ها رو متوقف میکنند و اینها، از زمانی که اینها سر کار آمدن در 5 سال گذشته 100 تا 100 دیگه اینها دوباره افتتاح کردن. حالا جالب اینه که در این حالی که خودشون میگن آبهای پشت سدها پایین آمده، دوباره سد می سازن. یعنی شما نگاه کنید، همونطوری که عرض کردم یه مثالی آوردم برای یه بچه 10 ساله که شما یه پشخاب آب بذارید توی حیاط، توی سر بالکن، می بینید که این آبش تبخیر میشه به خاطری که ایران یک کشور خشکیه، زود آب تبخیر میشه میره آسمان. آقایان دوباره سد میزنن، یعنی این یک دریاچه پشتش، آب از زیر زمین میارن بالا و این دریاچه تبخیر میشه و پیش. حالا از اون طرف احمقانه تر این که طرحهایی میدن که خود همین آقای روحانی میره در سمنان و میگه که ما یک لولهی میخواییم بکشیم که آب دریای خزر بیاریم سمنان. آقا آدم چه بگه؟ شما فقط برید توی گوگل ارت نگاه کنید، طرف های سمنان میبینید که این تر حدود 300 متر از سطح دریا، از سطح دریای خزر بالاتره. حالا ممکنه که یک کوههایی هم داشته باشه این لوله‌ای که میخواد آقای روحانی بکشه، البته حرف 2 سال پیشش بود، عملی هم نشد، ولی دارم میگم ببینید طرح چقدر احمقانه است که شما آب در اونجا از دریای خزر بردارید بیارید تو سمنان. شما یک لازم نیست که حتما دکترای نمیدونم مهندسی باشید و اینها، 1 متر مکعب شما ضرب در این طول مسیر 400 کیلومتری بکنید و بیارید در ارتفاع 300 متر این 1 متر مکعب آب بیارید بالا، ببینید این چقدر انرژی میخواد، چقدر برق میخواد، برقش مصرف کنید که چقدر برق مصرف میشه که شما 1 متر مکعب آب، حالا نه اینکه 400 کیلومتر ببرید جلو، فقط این 300 متر بیارید بالا چقدر برق مصرف میکنه. شما با یک محاسبه خلاصه میبینید که اگر شما آب ایوان نمیدونم آب از جزایر فیجی بلند کنید با هواپیما بیارید به سمنان، اون آب بطریه ارزانتر تمام میشه تا اینکه این کار شما بکنید، یعنی 1 متر مکعب آب 300 متر ببرید بالا، انرژی که مصرف میشه. آخه این محاسبات احمقانه را آدم باید برای کی توضیح بده؟ بعد رئیس جمهور مملکت میاد به مردم سمنان میگه که ما میخوایم مسئله آب در سمنان حل بکنیم و میخوایم یه لوله از دریای خزر بکشیم آب بیاریم سمنان، 400 کیلومتر آب بیارن اونجا. این از به اصطلاح افاضات شخص اول فهمیده رئیس کابینه و نمیدونم جیناز که این حرف رو میزنه. حالا از کار از اون احمقانه تر لوله‌ای که میخوان آب بکشن بیارن بریسن پشت سد گتوند، همه اینها رو وقتی که شما جمع میکنید میبینید که واقعا اینها آدمای احمقی نیستن، اینها آدمای فهمیده هستن، اینها 40 ساله در رأس مملکت هستن. بنابراین یک نفر میره دانشگاه دکترا که میخواد بگیره کافی است که 3 سال تحقیق بکنه و 3 سال تجربه پیدا بکنه به دکترا میگیره. اینها 40 ساله در رأس این مملکت هستن، هر بلایی هر آزمایشی توی این مملکت کردن و بنابراین اینا موافق دکترا باید داشته باشن در این رشته هایی که
دارن ایران نابود میکنن. بعد شما سوال از خودتان میکنید، اینها که آدم احمقی نیستن، اینها که آدم فهمیده هستن، چرا دست به این خرابکاری ها میزنن؟ چرا این ملت دارن نابود میکنن؟ یعنی نابودی آبهای زیرزمینی یعنی نابودی مملکت برای نسل آینده. یعنی کسی که واقعا علاقه ای به این مملکت داشته باشه میگه آقا اون 700 میلیاردی که بردین نوش جانتان، ولش بکنید، این سهم ما بود از این نسل، این نسل سوخته، این نسل 60 ساله 70 ساله 40 ساله این مملکت. ولی شما آبهای زیرزمینی مملکت نابود کردید که برای نسلهای آینده است که اونها هیچ به اصطلاح نقشی در این نداشتن. خب ما یه اشتباهی کردیم، شما رفتیم یه سندی امضا کردیم به نام قانون اساسی، اختیارات دادیم به شما، این به اصطلاح تاوانی است که ما پرداخت میکنیم که باید نسل سوخته به ما میگن مملکت ما نه دست دادیم به خاطر دزدی های شما، به خاطر این کارتو کردیم. پس لااقل این کار. بعد شما به یک نتیجه میرسید، میبینید که آخوند اصولا، دفعه قبل هم عرض کردم، اینها نمیتوانند شیعه باشند، اینها نمیتوانند مسلمان باشند، اینها جزء فرقه حجتی هستند. یعنی اینکه من تمام این عرایض عرض کردم خدمت شما که به این نتیجه برسم که چرا اینها با علارغم اینکه فهمیده هستند، میدانند که حرفی میزنند، کاری که میکنند احمقانه است، اصولی نیست، هیچ برنامه ای نداره و هیچ توجیه اقتصادی نداره، جو توجیه فنی نداره، جو توجیه علمی نداره، توجیه هیچی نداره، ولی انجامش میده. احمق هم نیستن، فهمیدن. آیا شما فکر میکنین آقای کلانتری آدم احمقیه؟ مسلما نیست، آدم بسیار فهمیده، دکتره. آقای نعمتزاده آدم احمقیه؟ نیست، مسلما نیست. این خانم ابتکار زن احمقیه؟ که البته که نیست. ایشان 38 سال پیش مترجم دانشجوی پیرو خط امام بوده که خب حالا سابقه شده، بالاخره 40 سال ایشان 38 سال در رأس محیط زیست ایران بوده. شما برید در دانشگاه 3 سال درس بخوانید میشید لیسانس اون رشته، 3 سالم بالاش درس بخونید میشید دکترای اون رشته. ایشان موافق دکترا در محیط زیسته. یعنی میدونه چطوری پدر صاحب این مملکت در آورده، خانم ابتکار. این 3 نفر آیا آدمای احمقی هستن؟ مسلما نیستن. پس چه چیز باعث میشه که بعد برمیگردیم به همون استدلال دفعه قبل خود من که اینها حجتی هستن؟ یعنی اینها نابود میکنن که ظهور امام زمان رو تسریع بکنن. این مرام خیلی ساده حجتی است. آقای مصباح یزدی و نمیدونم آیت الله حسینیان و اینا، دار و دسته اینا. حالا یه عده میگن که نه آقا حجتی نیست، مدرسه حقانیه، همه جان یکی هست. الان همه شدن حجتیه. یعنی هر کسی که شما میبینید که این ظلمه رو میکنه، این کارها رو میکنه، اینها مسلمان شیعه نیستن. من اینه چطوری عرض کنم؟ و بعد خود شما طبق قانون اساسی که 38 سال پیش امضا کردی، سند مالکیت این خانه رو دادی دست آخوند، و آخوندم که امروز شده مرامش عوض شده، از حالت شیعه خمینی در آمده شده حجتیه مصباح یزدی، و که مصباح یزدی هم دومش اینها رو همه میکشه، از آقای خامنه ای بگیر تا نمیدونم آقای خاتمی امام جمعه و اینا، همه دیگه دارن حجتیه میشن. یعنی همه در پی این هستن که این مملکت بیشتر نابود بکنن تا اینکه حجتیه یعنی امام زمانشان زودتر ظهور بکنه. این بحثیست که در مورد آبهای زیرزمینی ما میتونیم بکنیم. و باز برمیگردیم به همون مسئله قانون اساسی که شما هیچ راهی ندارید که از دست اینها خلاص بشید مگر اینکه در مورد تغییر قانون اساسی کاری بکنید. و به همین دلیلم هست
من از چندین و چند ساله هی دارم دائم میگم که آقا شما اینها اعدامشان فایده نداره، سرنگونیشان فایده نداره، نابودیشان فایده نداره، اینها هر کاری که شما بکنید هم تمام. الان فرمید که یک قدرت مافوق بشری داشتید، 100,000 آخوند همینطوری میگردید میدوردید تو جزیره قشم، همونجا میگفتید شما بکن. آیا مملکت تغییر میکرد؟ مملکت بر اساس یک چارچوبه اداره میشه و اون چارچوبهش قانون اساسیشه. یعنی باید سعی شما بر این باشه که قانون اساسی عوض بشه. الان یک حدود یه مدتی هست که یک بحثی در مورد رفراندوم پیش آمده. حالا من میخوام در مورد از مبحث قانون اساسی که بیرون و در مورد رفراندوم صحبت کنم. البته وقتی شما نگاه این رفراندوم میکنید میگه آقا رفراندوم باید رفراندومی باشه که معنی داشته باشه در این حالت این نه. ولی افرادی که موافق این رفراندوم بودن واقعا 8-9 نفرشان توی 15 نفرن که اینه چیز کردن ببخشید 8-9 نفرشان 8 نفرشان داخل ایران هستن که واقعا همه مورد احترام هستن. یکی از اینا مثلا فرض به خانم مریم ستوده است که یه تارموی خانم مریم ستوده میارزه به تمام این اپوزیسیونی که در خارج مدعی هستن. واقعا شما اگر نگاه کنید یک شهبانوه، هرچند که ما الان در ایران شهبانو زیاد داریم، از این خانمایی که برای حجاب اعتراض میکنن گرفته تا مریم ستوده، مادران پارک لاله، نمیدونم همه این خانمایی که جوان که دنبال آزادی و تغییر قانون اساسی در ایران هستند واقعا مورد احترام هستند. این در مورد قانون اساسی، یعنی در مورد رفراندوم یه صحبت هایی شده. خب بعد میبینید در خارج شروع میکنن به اینها رو که آقا اینها همه نمیدونن با دولت کار میکنن، با حکومت کار میکنن و اینها. خب آقا شما در خارج نشستید، نمیدونم تو سان فرانسیسکو نشسته یا بخواد بره رژیم سرنگون بکنه، نمیدونم اون یکی نمیدونم تو لندن نشسته، یکی تو پاریس نشسته، میخوان برن رژیم سرنگون بکنن. وقتی که ازشان سوال میکنی خب رژیم چطوری میخوای سرنگون بکنی، جوابی هم نمیدن. بعد هم میان برنامه میریزن، نقشه میکشن که آقا چطوری در مرحله گذار باید چی کار بکنیم، چطوری برنامه ریزی بکنیم. اصلا این وقت این نقشه هایشون هم جلو یه نفر آدم در داخل ایران بذاری همه به ریش اینا میخندن. حالا نه اینکه اون حرفایی که بعضی از اینها زدن در مورد رفراندوم مورد تایید باشه، ولی خب در معنا که بالاخره بهتر از هیچه. گفتم بیا در مورد رفراندوم یه صحبتی بکنیم. حالا نه اینکه من بخوام در مورد رفراندوم تایید بکنم یا چون اصلا معنی نداره در یک همچین نظامی شما بخواید رفراندوم دارید. چون اصلا در این چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر شما بخواید حرف از رفراندوم بزنید واقعا اصلا معنی نداره، بی معنیه. رفراندوم بگیری بگین چی؟ بله رفراندوم خوبه بکنید که آقا آیا مردم شما از این رژیم راضی هستید یا نه؟ مردم هم بگن راضی نیستیم. خب این رفراندوم شد و بعدش هم خب رژیم هم به شما میگه که خب راضی نباش که نباش، من صاحبخانه هستم، تو هر که بگو اصلا راضی نیستم. این ولی لااقل خوبه که رژیم بدانه که آقا مردم از دست شما دیگه به مرحله کارت به استخوانشان رسیده. ولی خب برای اینا اصلا مهم نیست. من میخوام شما به این سخنرانی آقای خاتمی در مورد این رفراندوم توجه بکنید. یک ویدیوی چند دقیقه ایست اینم گوش بدید تا اینکه بعدا من خدمتتون برسم. اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکنه اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت بگیره. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسه. اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. صندوق آرا را بیاوریم. طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست. به ظرفیت های قانون اساسی من عمل کنیم. هنوز ساعتی از این اظهار نظر رئیس دولت در 39 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که 15 فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر و سینماگر که 8 نفر از اونها در ایران ساکن هستند، در بیانیه‌ای خواهان برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار شدند. باید راستگویی باشه، اسلام باشه. ولی حالا اشاره به رفراندوم در سخنان حسن روحانی در 22 بهمن جناح محافظه‌کار رو به واکنش واداشت. مدیر مسئول روزنامه جوان، نشریه نزدیک به سپاه، معتقده این حرف روحانی تیتر خوبی به رسانه‌های خارجی داده. اگر در 2 مسئله ما اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارن، دعوا نداره، شعار نداره. هرچند اصل حرف حسن روحانی حل و فصل اختلافات دولت با دیگر قوا بوده و نه همه پرسی درباره اصل نظام. در دهه نخست حیات، زمانی که نظام هنوز جای پای خود رو اونقدرها مستحکم نکرده بود، 3 همه پرسی انجام شد و جمهوری اسلامی تونست از تمامی آنها نتیجه دلخواه خودش رو کسب کنه. نخستین صندوق رأی ترتیب داده شده توسط انقلاب اسلامی برای ایرانیان، برگه رأی 2 قسمتی بود که به جمهوری اسلامی مشروعیت بخشید و 2 دیگه قانون اساسی اون رو تصویب و اصلاح کرد. این همه پرسی ها پس از دستور و خواست رهبر وقت ممکن شدند. اما پس از مرداد 68، هر گونه پیشنهاد برای برگزاری همه پرسی نادیده انگاشته و با واکنش و مخالفت حاکمیت روبرو شد. جمهوری اسلامی در آستانه ورود به 5 دهه از حیاتش با بحرانی دیگر روبروست و هنوز در صدد یافتن تحلیلی برای اعتراضات سراسری دیما. به گواه 3 نظرسنجی داخلی انجام گرفته شده پس از موجی که اصل نظام را نشانه گرفته بود، اعتماد شهروندان به اجرایی بودن اصلاحات در ساختار فعلی کاهش یافته و حدود 75% از شرکت کنندگان از وضعیت کشور ناراضی هستند. ممکن شدن رفراندوم در شرایط فعلی پرسش 2 سویه موافقت نظام و نهادهای موازی حکومت با برگزاری همه پرسی است که شاید نتیجه اون این بار در راستای منافع جمهوری اسلامی نباشد در مقابل تصویر اعتماد مردم به حل معضلات در چارچوب فعلی. بله، این ویدیو من از این نظر گفتم توجه بهش بکنید، به خاطر اینکه نه اینکه من موافق یا مخالف این رفراندوم باشم. تو رفراندوم من گفتم از این نظر خوبه که لااقل مردم یک تحولی ایجاد بشه، مردم آریانه به این رفراندوم خودش یک موضوعی است که یک اعتراضی است. به جای اینکه توی خیابان ها برن مرگ بر این مرگ بر اون بگن، یه رفراندوم میذارن که آقا ما از دست شما ناراضی هستیم و بفهمید که ما ناراضی هستیم. یعنی نظر ولی نکته‌ای که در اینجا جالبه، شما ببینید چند بار لغت قانون اساسی اینجا تکرار میشه. چند بار میگن اصل 54. دوباره در این طرف خارجی‌هاش نگاه بکنید، یعنی اینا که میگن که اصل 110، اصل 177، اصل نمیدونم 52. بابا یه قانون اساسیه، بارا و بارا گفتم یه قانون اساسی همش 20 صفحه است. شما اینه بخوانید، از اون صفحه اولش که میخوانید، از اون بسم الله الرحمن الرحیم تا این اصل
175، حالا نمیدونم چرا یه عده اعتراض کردن به اصل 177، اصل 105، 175 اصل این داره. این نگاه میکنید میبینید که الان این خوبه از نظر من، فقط این خاصیت دعوای رفراندوم و صحبتی که از هر دو طرف هم داخل ایران و هم در خارج ایران میشه، همه از اصول قانون اساسی. این لااقل مردم بیدار میکنه که آقا اصل 54 چیه، اصل 110 چیه، اصل نمیدونم حالا دیگه این اصلایی که همش تو اینا من یادم نیست. چون من شما از اصل یک بخوانید تا اصل 175 وقتی که میخوانید میبینید که آقا اینا همش کشکه. یک اصل هست او اصل 110 که این اصلا شما دیگه لازم نیست 110 تا اصل قبلیش خوانده باشه. اصل 110 که میخوانید و میفهمید که آقا این اختیار. حالا جالب اینه که من وقتی که یه موقعی حدود چند وقت پیش در تلگرامی که در ایران هست و خب بده از دوستان ایرانی ما که خب مقاماتی داشتن در ایران، همون هم در ایران هستن، من گفتم آقا بر اساس اصل 110 این کاری که آقا کرده غیر قانونی نیست، چه اعتراضی داری؟ بعد آقا از من سوال میگه اصل 110 چیه؟ که من بعد برایش توضیح دادم که اصل 110 اختیارات ولی فقیه. خوبی این دعوایی که الان به اصطلاح جنجالی که در مورد رفراندوم به پا شده، فقط سر از نظر من خوبیش اینه که مردم لااقل میفهمن که قانون اساسی چیه. یعنی میرن تحقیق میکنن، باعث میشه که برن اصل 110 بخوانن، اصل 54 بخوانن و بعد بفهمن که اینها مشکلاتشون چیه در داخل ایران. من واقعا نمیدونم، نمیتونم واقعا معذرت بخوام از خانم نورشید در مورد این که دوباره شروع کردم چندین و چند بار دوباره در مورد قانون اساسی صحبت کردم، چون ما در مورد هر مسئله در داخل ایران بخوایم صحبت بکنیم برمیگرده به قانون اساسی. شما از دزدیاشون بگیرید، نمیدونم از اسیدپاشیشون بگیرید، اعدامشون بگیرید، از زندانشون بگیرید، هر کاری که اینا میکنن طبق قانون اساسیه و باید برید بشینید پای صحبت آقای لاریجانی قاضی القضات ایران و بگید آقا این شما طبق قانون اساسی این کارتان غلطه، اون به شما ثابت میکنه نه کار ما درسته. مثل آقای سروش که هر موقع در مورد بحثای که در قرآن شناسی میکنه یه بیتی از مولانا میاره و به اصطلاح مسئله رو ختم میکنه، همچون قافیهش تنگ میشه یه شعری از مولانا میگیره. اینها هم در مورد هر کارشون که بگید که آقا شما قارنوی ملعون شما مگه باهایی هستید، این هر استدلال اینا برو 110 قانون اساسی بخونید که آقا هر کاری که ما میکنیم بر اساس نیات داهیانه ولی فقیهه. خب این شد از قانون اساسی. منتها من به خاطر اختتام این صحبت امروزمان میخوام جنبه های اقتصادی این آخونداره که ببینید که واقعا مملکت ما با این همه مشکلاتش و این همه بلاهایی که سرش آمده، شما میبینید که همه میرن روی روزخانی میکنن، چون اینا که اهل قرآن خواندن که نیستن، اینها یعنی قرآن نمیخوان به فارسی بخونن، نمیخوان به ترتیب تاریخی بخونن که بفهمن که اصل دین و مذهب و شیعه و نمیدونم همینا چیه، برای خودشان تفسیرهای مختلفی میکنن که آقا اینطوری میشه اینطوری میشه و مردم هم گوش میدن به حرفای اینا. و ما گرفتارشان هستیم، گرفتار آخوند هستیم و راهی نداریم از دست آخوند. میخوای فقط بگیم که آقای آخوند شما، راه نجات ما از دست آخوند اینه که صاحب یک قانون اساسی حکومت پارلمانی بشیم که دین از حکومت جدا باشه
و آخوند به بره توی مسجد خودش و هر کاری که میخواد اونجا بکنه بکنه، هر حرفی که میخواد بزنه بزنه. یعنی اینکه این حرفی که الان من میخوام یکی از آخوندها رو برای شما نشانتان بدم و به عنوان و به اصطلاح برنامه امروزه ببندیم، یک بحث اقتصادی است که یک آخوندی برای شما میکنه. چون الان در ایران اونهایی که خیلی پولدار شدن روی زمین پولدار شدن، اونهایی هم که به اصطلاح آمدن دزدی های بزرگ بکنن، جنگل های ما را بریدن تبدیل کردن به زمین برای خودشان، اینا داستان های طولانیه. بنابراین زمین یک موضوع اقتصادی است و چون آقای خمینی فرموده بودن اقتصاد مال خره و اقتصاد ایران هم به زمین و باهای زمین و خانه و اینا بستگی داره، این آخوند مطلع و یکی از حالا نمیدونم این جزء مجلس خبرگان هست یا نیست، به هر حال یک آخوندی است که توی منبری میشینه و صحبت میکنه که اینه که یک ویدیویی درست شده و من به عنوان خداحافظی از شما خواهش میکنم این ویدیو هم گوش بدید که تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ. در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده هست و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین به همین آسونی، یک یا صاحب از زمان بگین تمام ریگای دوروبرتون طلا میشه. به جوری که در نماز جمعه کوفه اعلام میشه از طرف از بقیت الله، هر کی طلا میخواد بهش بدین. تو اون شهری که 100 فرسخ در 100 فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر، و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا، متر مربع تو روایت قیمتش از الان معین شده. حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.